بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم خدمت ملت ایران و مردم دلاور استان اردبیل به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و همچنین به پرستاران سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم به مناسبت روز پرستار. بسیار خوشحالم که در این روز بسیار مبارک موفق بودم خدمت مردم مهربان، خونگرم و دلاور استان اردبیل باشیم. مردم این استان در مقاطع مختلف جایگاه ویژه خرد و اخلاق و انقلابی بودن خودشون رو نشون دادن. معمولا در روزهای حساس، در روزهای پر فراز و نشیب، در روزهایی که بعضی از بدخواهان ما بهانه پیدا میکنند، کلن آذربایجان، چه آذربایجان غربی، چه شرقی، چه اردبیل، برخورد مردم، متانت مردم بسیار جای تقدیر و تشکر داره و من به ویژه از مردم استان اردبیل سپاسگزاری میکنم که همواره پاسدار امنیت نظام و کشور بودند و در همه مقاطع هوشیاری خودشون رو حفظ کردن. در این سفر طرح‌های بسیار خوبی افتتاح شد، البته از همین مکان، از همین ترمینال در واقع اولین افتتاح صبح ما بود و بعد افتتاح 300 که برای آب شرب مردم، کشاورزی مردم بسیار حائز اهمیت هست، و بعد دو کارخونه بسیار مهم ما رفتیم برای افتتاح. کارخونه عظیم کامیونسازی که خب به نظر من یکی از افتخارات کشور هست که یک مرکز بسیار مهم در استان اردبیل قادر هست یک کامیون سنگین رو بسازه، تحویل بده، با برند ایرانی، با نام ایرانی به نام چاپار، و اولین کامیون رو ما امروز پرده برداری کردیم که به دست مهندسین ایرانی، کارگران ایرانی ساخته شده و به حمدالله در دوران تحریم هر قطعه ای که بنا بوده از خارجی ها بگیرن و اونا تحریم کردن، اینا در داخل ساختن و این خیلی مهمه، باعث افتخاره. ظرفیت خوبی این کارخونه داره. مسئولین این کارخونه میگفتن ما قادریم در روز 50 دستگاه کامیون رو بسازیم و این خیلی مهمه که اینا تا چند ماه آینده یه همچون ظرفیت بسیار خوبی رو در کشور دارن. کارخونه دومی که رفتیم افتتاح کارخونه لاستیک سازی بود، اون هم مال خودروهای سنگین و کامیون که بسیار ارزشمند بود. فاز یکش سالها پیش به دست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی افتتاح شده و این فاز دوم این کارخونه امروز افتتاح شد که بسیار ارزشمنده و ظرفیت 300 هزار لاستیک در سال داره و خب میتونه بخش بزرگی از نیاز کشور رو مرتفع بکنه. طرح‌های بسیار زیادی امروز توسط مسئولین و وزرای محترم افتتاح شد، هم در بخش کشاورزی، هم در بخش برق، هم در بخش میراث فرهنگی و گردشگری، هم در بخش بهداشت و درمان و سایر بخش‌هایی که به اطلاع مردم رسید. بیش از 5000 میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح شد، بیش از 19000 میلیارد تومان طرح و پروژه آغاز عملیات اجراییش بود. تا
توافق‌های بسیار خوبی بین مقامات استان و بانک‌ها صورت گرفت که برخیش در همونجا ما شاهد امضاش بودیم. یکی از نمونه‌هاش 220 میلیارد تومان برای پایاب سد گیوی بود که خب این مهمه، میتونه تحول بزرگی برای این استان باشه. استانی است که دارای ظرفیت‌های بسیار خوب در کشاورزی، در صنعت، در معادن، در گردشگری، استانی که دارای علما، بزرگان، هنرمندها و تاریخ سازان. این استان استان تاریخ ساز کشور ما هست و 500 سال پیش، 600 سال پیش تحولات ایران رو مردان این استان رقم زدن و بنابراین خدمت به این استان برای ما حائز اهمیته و امیدوارم اون چه امروز افتتاح کردیم هدیه کوچیکی باشه برای مردم بسیار بزرگ این استان و امیدواریم انشاءالله همه مسئولین در راه توسعه این استان بیش از پیش موفق باشن. هماهنگی بسیار خوبی در این استان هست بین امام جمعه محترم، بین علما، بین استاندار، مسئولین، نمایندگان محترم مجلس و این بسیار ارزشمنده برای ما. استان امن، استان هماهنگ، استان پرتلاش، استان مؤمن، استان ولایت، استان ابی عبدالله الحسین، مردمی که همیشه در مظهر وفاداری به خاندان رسالت بودن برای ما بسیار ارزشمنده. انشاءالله امیدواریم دولت هم به وظیفه خودش بتونه عمل بکنه و خدماتی که امکان پذیر هست برای این مردم انشاءالله